مهمان من رابطه تلخ و شیرینی با ایران داره. 51 سال پیش وقتی برای اولین بار به ایران رفت، زبون مردمش رو میدونست و خیلی طول نکشید که ایران بشه وطن دومش. 30 سال بعد وقتی باز به ایران رفت، رفتار میزبانان جدیدش طور دیگه بود. بازداشت، اعترافات تلویزیونی، محکومیت به مرگ و بالاخره بیش از 5 سال زندان. او که حالا در این شهر ساحلی زیبای بلانس در نزدیکی بارسلون اسپانیا زندگی میکنه، نظرش راجع به ایران و ایرانی چیه؟ راجع کوپر، به برنامه به عبارت دیگر خوش آمدید. آقای کوپر، شما در دسامبر سال 1985، یعنی حدود 24 سال پیش، برای ظاهراً عقد قرارداد نفتی از دبی به ایران رفتید برای شرکتی که براش کار میکردید اون موقع، ولی سر از زندان و اعتراف تلویزیونی و بالاخره 5 سال خورده زندان در آوردید. درسته. اتهام شما این بود که جاسوس بودید برای بریتانیا. جاسوس بودید؟ البته نه. کلمه جاسوسی و جاسوس در اغلب کشور یعنی سوء استفاده از اطلاعات رسمی و رزمی دولت. ولی یه خبرنگار که هیچ دست به این نوع اطلاعات نداره، جاسوس نیست. من در اون موقع اتفاقا خبرنگار نبودم. قبلا البته بودم، ولی وقتی که به ایران برای این آخرین مسافر رفتم، من نماینده یه شرکت نفتی آمریکایی بودم و برای یه لوله کشی خیلی مهم استراتژیک برای ایران کار میکردم. پس بنابراین من میخواستم بدونم چرا دستگیر شدم وقتی که به نفع ایران کار میکردم. و علتش این بود که در موقع شاه سواک گفتن که من حتما نماینده اینتلیجنت سرویس که میگفتن انگلیس بودم، MI6، ولی نبودم. هیچ ربطی به اینتلیجنس نداشتم، من ندارم. بله، حالا به زمانی که زبان شاه قبل از انقلاب که در ایران بودید به عنوان خبرنگار اینا بعدن اشاره میکنیم، ولی در اون موقع شما از شما واقعا هیچ سند و مدرکی نداشتن که نشون بده که شما کارایی میکردین که شبیه کارای مثلا جاسوسی بوده باشه؟ نه خیر، هیچی نداشتن. هیچی. ولی شما در یک جایی گفته بودید که من همه مشخصات یک جاسوس بریتانیایی رو داشتم. خب منظورتون چه بود؟ منظوری من این بود که میشه گفت که من ایران شناس بودم، زبان و فرهنگ ایران رو خوب میدونستم و در دانشگاه تهران برای دکترا میخوندم و در فکر اغلب ایرانیان دولت انگلیس همیشه جاسوسی خیلی عاقل و ایران شناس فرستاد و من به این همی گفتم که یه جاسوسی انگلیس میتونه نقشه یه آخوند بازی کنه. من البته نمیتونستم، ولی تا اندازه دانشی من از ایران و فرهنگیان عالی بود، بد نبود. شما در این حال در ارتش بریتانیا هم در بخش اطلاعاتش کار کرده بودی؟ نه خیر، من 2 سال نظام وظیفه کردم در سالهای 1953 و بعد از تعلیم توپخانه و تریگونومتری که توپا به اندازه دشمن بفرسته، من چون در مدرسه نمره خوب در زبانهای خارجی داشتم، مرا انتخاب کردم برای یه دوره ترجمه روسی. یعنی من بالاخره مترجم روسی در ارتش انگلیس بودم، ولی فقط بعد از آموزش در دانشگاه کمبریج فقط 2-3 ماه مونده از این 2 سالم. و درسته که من عضو اینتلیجنت کور بودم، ولی این هیچ ربطی با اینتلیجنت سرویس نداره. بسیار خوب، ولی در این حال شما یک سابقه دیگه هم داشتین. شما در مجارستان هم توسط پلیس بازداشت شده بود. درسته که من وقتی که دانشجو بودم در دانشگاه اکسفورد، من به اولین خبر از
رستخیز مردم مجارستان ضد شوروی. من رفتم نه برای جاسوسی ولی برای تحویل یه مقدار نسبتاً زیاد از آنتی بیوتیک و اینم رسیدم به بوداپست فقط چند سال قبل از اون که تانک‌های شوروی به بوداپست حمله کردند و این کار به نظرم خیلی مفید بود چون اون موقع در مجارستان آنتی بیوتیک خیلی کم بود و بعضیا گفتن که من با این کمک که کردم چند ده ها شاید نجات دادیم. نجات دادم. بله بله. مثلا شما اشاره کردیم به زمان ساواک که پرونده ای داشتین در ساواک، این از طریق ساواک بعد منتقل شده بود به وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران و یه مقدار زیادی از اتهاماتی هم به شما زدن بر اساس اون پرونده قدیمی بود. شما خب در سال 1958 یعنی 31 سال پیش در واقع اولین بار رفتی ایران که اون موقع 23 سالتون بود و در ایران موندید، ازدواج کردید و خیلی هم دوست داشتید و اونو وطن خودتون میدونستید و کار هم میکردید در ایران. ولی با این حال شما در اون موقع هم همطور که خودتون گفتین ساواک شما رو، یعنی سازمان اطلاعات امنیتی ایران از شما بازجویی کرده بود. چرا؟ خب من در عید نوروز سال اولی من در ایران با یه همکاری من در دانشگاه تهران، چون هر دو تدریس میکردیم، رفتیم به جنوب شرقی ایران یعنی تا بلوچستان و اون موقع تقریبا راه نبود و ما فقط یه فولکس واگنی بیتل داشتیم ولی تونستیم به زابل و زاهدان و این چیزها از دشت لوت رفتیم و وقتی که به تهران برگشتم، چون قبل از این مسافرت من نتونستم هیچ اطلاع صحیح راجع به این مقدار ایران، این بخش ایران این پیدا کنم. پس من یک گزارش نوشتم و فرستادم به تمام کلوب های اتومبیل اروپا و حتی ایران و به بریتیش کانسل و سفارت ایران و چند سفارت دیگه که از این خبر داشتم. گزارش من از کجا بنزین پیدا میشه، کجا هتل هست یا مهمانخانه یا کافی خونه و بعدا ساواک گفت که این جاسوسی بود. بسیار خوب، حالا در برگردیم به بازداشت شما در جمهوری اسلامی ایران. شما بعد از مدتی بیش از یک سال که زندان بودید اعترافاتی نوشتید و آیا، یعنی در واقع اعتراف کردید به اینکه شما جاسوس هستید. این تحت فشار بود؟ آیا شما رو شکنجه کرده بودن که این کار رو بکنید؟ خب شاید شکنجه نبود ولی کتک زیاد خوردم و من دیدم که بعد از یک سال هنوز از سفارت انگلیس هیچ کنسول نتونست مرا ببینه و بازجوی من گفت که دولت ایران نمیدونه که کجایی. البته این دروغ بود ولی من باور کردم چون طبق قرارداد وین فکر میکنم دولتین باید به یک دیگر خبر بدم وقتی که یه نفر دستگیر شده و چون از سفارت انگلیس تا ایران خبر نبود من فکرم که شاید نمیدونه که من زندان هستم. بازجوی من حسین که میخواست که بهش بگم حسین گفت که ما گفتیم که اطلاع نداریم. البته این دروغ بود و سفارت خیلی زود فهمید. این شکستم که البته من نماینده یه شرکتی در دوبی در خلیج فارس اونجا بودم، اونا میدونستم که چیزی شد ولی من تحتی خیلی فشار بودم. یعنی شما فکر میکردین که بر اساس اون چیزی که بازجوتون به شما میگفت هیچ کس اطلاع نداره شما کجا این ممکنه هر بلای سرتون بیاد، چه بهتره که خودتون رو آشکار کنید. بازجوی من گفت که شما اینجا نگاه میکنیم تا اعتراف کنی یا اینجا میمیری و خیلی از این خبر تاثیر دارم. بنابراین بر اساس اون شما تصمیم گرفتید که این اعترافات رو بنویسید و وقتی که به این اعتراف رسیدیم حسین به من گفت که اگر این اعتراف کنی هفته بعد آزادی و ما نمیخوایم رازهای اینتلیجنس سرویس، فقط بگو که من جاسوسی کردم و همین بسه. من بالاخره بعد از فکری چند روزه گفتم که خیلی خوب من این اعتراف میکنم و با هم نشستیم. حسینی من بعضی اوقات من سوال نوشتم بعضی اوقات جواب و هم یه
مثل در یه نمایش مثل نمایشنامه نوشتیم و من خوشحال بودم که خیلی مصنوعی بود و از یعنی این آماده میکردین برای اعترافات تلویزیونی؟ بله. من حس کردم و دو دفعه فیلم برداری کردم. اول با اکیپ تلویزیون در خود زندان، چون این چیزی همه چیز داره، بیمارستان داره، آشپزخونه داره و همچنین استودیو تلویزیون داره. و حسین از این فیلم برداری خوشش نیامد و تلویزیونی ملی و اسلامی ایران دعوت کردن و اونا یه اکیپ فرستادن و دوباره اعتراف کردیم. و بعد از یه هفته گفتن خب این زندانبانان بچه بلوک ایمان بازی ها یا خانوادهشون این فیلم رو دیده بودن و خیلی خوشحال شدن، نه فقط با یه جاسوس ولی یه ستاره تلویزیون هم آشنا هستن. ولی حسین گفت که یه پروبلمی داریم، یه مسئله این است که روزنامه گاردین انگلیس نوشتی بود که کوپر مخصوصا چیزی گفتن که صحیح نیست. مثلا کوپر میگه BIS British Intelligence Service که همچنین سازمان وجود نداره، باید بگیم MI6 و MI5. و من یه کمی تاثیر دارم چون این اشتباه مخصوصا گذاشتم. عمدن این کاری کرده بودین که من به حسین گفتم که این صحیح نیست و میشه گفت BIS و گفت بهتر است دوباره فیلم باید یه برنامه دوم هم تایی کردیم که این شاید دارم که من دروغ نگوتی بودم و از دلی من این اعتراف صحیح بود ولی فایده نداشت. و اتفاقا بعدن متن اعترافی من در دادگاه 3-4 سال بعد دلیلی بود که جاسوسم. یعنی از همون اعترافات استفاده کردن بر علیه شما در دادگاه. درسته. یعنی شما فکر میکنید که اون اعترافات، شما گفتین که با حسین که بازجوتون بود و بعدا معلوم شد که اسمش علیه و حسین نیست. بله. اینو توی کتابتون نوشتید. با اون نشستین با هم دیگه و این اعترافات رو تنظیم کردید و یعنی توی این روندی که اینو داشتین آماده میکردید خود حسین هم میدونست که همه اینا به اصطلاح نمایشیه؟ من فکر میدونست که شما جاسوس نیستی؟ یا فکر میکنم که میدونست و بعدا معلوم شد که این میخواست مرا مثلی در شطرنج یک پون یا سرباز مهره استفاده کنه و فکر میکنم حسین هم دوست یک تروریستی ایرانی در لندن که وابسته به سفارت ایران بود به نام فولادی. اونا یه ربطی داشتن و این فولادی به فکر میکنم به 7 یا 8 سال زندان در انگلیس محکوم شد و حسین فکر کرد که با دستگیری من میتونست دوستش یا همکارش آزاد کنه. که تقریبا نهایتا هم اینجوری شد تا حدودی. علی متاسفانه فولادی آزاد شد بعد از کمتر از 7 سالش، یک کمی زودتر، و آمد به ایران و گفت که زندانهای انگلیس خیلی بدند و اوین خیلی خوبه. آمد به یه مصاحبه کردیم با هم و خیلی دروغ گفته. من نمیگم که زندانهای انگلیس خوبن، اما ولی حتما مثل اوین نیستن. بسیار خوب. حالا شما این تمام این روند رو طی کردین، اعتراف تلویزیونی به قول خودتون دوبار کردید. در حال حاضر در ایران هم عده‌ای به همین شکل در تلویزیون‌های جمهوری اسلامی ایران ظاهر میشن و اعتراف میکنن به اینکه خطا کردن و از حرفای گذشته‌شون برمیگردن، که عمدتاً رهبران جنبش اصلاح طلبی ایران هستن که بعد از انتخابات اخیر ایران صورت گرفته. وقتی شما اینا رو میبینین چه احساسی نسبت به اونا دارین؟ یعنی شما فکر میکنین، یعنی چه خودتون رو جای اونا میذارین یا درکشون میکنین؟ چه جوریه؟ اولین فکر من این است که شرایط زندان اوین، شاید زندانهای دیگه در ایران بدتر الان هستن که وقتی که من بودم، از اون که من بودم اونجا. چون در موقعی که من اوین بودم دو وزارتخونه، وزارت اطلاعات و وزارت دادگستری، هر دو یه مسئولیت داشت و خود بلوک و سلول در دست وزارت دادگستری بود و هیچ کارمند وزارت اطلاعات حق نداشت فرد
این بلوکی ما بیاد. یعنی هیچ میدنایت برنینگ تورچر شکنجه نصف شب نبود. وقتی که بازجوی آمد برای دیدن ما معمولا ساعتی ده صبح هر هفته یه وقت و این حق نداشت به سلولی من بیاد. من میرفتم به این جای بازجوی اون موقع خیلی رسمی بود، بیوروکراتیک بود، راه رو مثل وزارتخونه ایران و البته جای بازجوی دوتا دار داشت که نتونستی خوب حرفای داخلی آن اتاق بشنوی، ولی خیلی کم بود که گریه میکاری و بیشتر اعترافات یا نتیجه بازجویی کتبی بودن. حالا بعضی ها میگن که این شاید در مورد شما اینجوری بوده، یعنی مقداری اجحاف شده، یه مقداری ارفاق شده در واقع به شما به دلیل اینکه شما خارجی بودید، ولی در مورد زندانیان ایرانی داستان‌های دیگه ای میگفتن در همون زمانی که شما در زندان اوین بودید. اونا صحبت از این میکردن که شکنجه و این اتفاقات میافتاده. درسته، حتما شکنجه بود، ولی اسمش شکنجه نبود، اسمش تعزیر اسلامی، اسلامیک پانیشمنت. و این رسما اسمش فلکه بود که به معنی زدن به روی فلک کردن فلک. ولی در پای آدمو میبندن و میزنن بله. کف پا. به در زندان به این گفتن به این زندانی ها بود کابل، چون از یک کابل موتوری کامیون استفاده میکردن که به شکل یه شلخ شده و من یه دفعه تنها در یه اتاق بودم و این تختش رو دیدم و از چوب بود و معلوم بود که زندان باید رو زمین دراز بکشه پش پلا. قبلش هم دیدم با خونی خشک و بعضی اوقات هم دیدم که زندانی ها که وقتی که به سلول با می گشتن نتوانستن خوب را بره و من یه دفعه کمک کردم. ولی من نباید فراموش کنی که من بازجوی من 3 سال بود. حالا رژیم فعلی ایران میخواد نتیجه خیلی زودتر و من فکر میکنم هر روز بازجویی میکنن و فشار خیلی بیشتر از اون نتیجه زودتر بگیرن و هیچ کنسولگری یا سفارت نیست که از اون دفاع کنه. بسیار خوب. شما در زندان که بودید علاوه بر حالا این اعترافات اینا به مرور یه مقداری از شما مشورت‌های دیگه هم می‌خواستن، مثلا در مورد سیاست که چی داره میشه، انتخابات بریتانیا به کجا داره میره، روابط در مورد روابط بریتانیا و ایران در موردتون نظر می‌خواستن و بهشون مشورت میدادید. این چه شکل بود؟ وزارت امور خارجه من فکر می‌کنم میدونستن که من جاسوس نیستم، ولی همچنین فهمیدن که من یه خبرنگاری نسبتاً با تجربه بودم و من میتونم به اونا کمک کنم. و بعد از بازجویی رسمی من تموم شد، تقریبا ماهی یه دفعه نماینده اموری خارجه که همیشه گفتن دانشجوی سیاستی خارجی هست، نگفتن که کارمندی، ولی آمدن و مثلا وقتی که آقای رئیس جمهور فکر میکنم آقای خامنه ای بود میخواست به Organization of African Countries بره، از من کمک خواستن که چی هست این سازمان آفریقایی، چه نقشی داره و چه نصیحت میتونم بگم. و همیشه این سوالات می نوشتم، این جوابش رو دادم و امید داشتم که یک کمک به واقعی بینی رژیم ایران کمک کنه. شما در این حال کتاب آقای ریشهری رو هم ترجمه کردید به انگلیسی؟ بله، آقای ریشهری رئیس وزیر اطلاعات بود. بعدن شد وزیر اطلاعات موقعی که من نمیدونم چی بود، بعدن حتما بود. و این یک کتابی نوشت به نام عنوان اصول فقه اسلامی این میخواست این کتاب به انگلیسی ترجمه کنه و حتی به من پول داد. زیاد نبود ولی خیلی مفید بود، چون در زندان اوین پول خیلی مهمه. اگر پول داری میتونی میوه بخوری، اگر نداری خب بعضی اوقات یه زندانبانی مهربان یه چیزی میداد، ولی من مدتی هیچ پول نداشتم و مدتی هم خیلی پولدار بودم. بعد از اون که آقای ریشهری مرا پداخت من میتونستم
خیلی چیزها بکنم، کمک به دیگران اتسترا. ولی آقای ریشاری این کتابو در انگلیس انتشار کرد، ولی خیلی بد درآمد، خیلی اشتباه، غلط زیاد داشت. و منم وقتی که من دیگه گفتم این خیلی بده، باید اصلاح کنیم. و من دوباره شروع کردم این کتاب رو تصحیح کنم. ولی اسم شما به عنوان مترجم نبود؟ فکر نمی کنم. شما که زندانی بودید. حتی در زمان شاه وقتی که من کتاب شاه رو انقلابی سفید ترجمه کردم، ولی اسمی من نیست. و خیلی معمولا چون خارجی بودن نخواستن اسمی خارجی بذارن. بسیار خوب. حالا شما این ماجرا گذشت تا اینکه شما رفتین به دادگاه و این دادگاه شما رو محکوم کرد به اعدام به اضافه 10 سال. بله. البته باید بگم که به نظر من دادگاه نبود. من بودم و رئیس دادگاه بود آقای نایری و هیچ کسی که یه نفر که می نوشت منشی دادگاه. منشی. ولی حتی پروسیکیوتر کمیشن باسپورس نبود. فقط دوسته ده. و روزی اول آقای نایری به من جواب، من گفتم چند روز تو میکشه این دادگاه، گفتش که میلی شماست، میتونیم امروز تموم کنیم و میتونیم یک ماه ادامه بینیم، میلی شماست. چون من گفتم چطوری؟ خب نتیجه معلوم است، گفت. در همون زمان که شما در زندان بودید اتفاقاتی افتاد در ایران که بعد از پایان جنگ بود و عده زیادی از زندانیان سیاسی ایران در زندان‌های مختلف از جمله در زندان اوین که شما بودید اعدام شدند، که آقای منتظری بعداً نامه‌ای نوشت و اعتراض کرد به آقای خمینی سر اون مسئله که منجر به برکناریش از قائم مقامی رهبری شد. اون موقع شما چیزی حس می کردید، یه چیزی می دیدید در این زمینه که نشون بده این اتفاقات داره می افته؟ باید بگم که نه، من هنوز به سلول انفرادی بودیم وقتی که جنگ به تمام شد. اونجا تلویزیون نداشتیم، روزنامه خوب مسلمین سانسور شد و من اطلاع از چی شد در اوین، حتی خارج از اوین اطلاع زیادی نداشتم. ولی وقتی بعدم به قسمت عمومی رفتم، هم سلولی من که بیشتر خارجی بودن به من گفتن که صدها یا هزاران زندانیان اوین اعدام شدن. من گفتم از کجا میدونی؟ گفتم که سلولا خالی هستن و گاردها به من، زندانبانه به من گفته که مخصوصا مهاجرینی خلق ایران دیگه وجود نداره. و من مدتی در قسمت عمومی با ایرانیا بودم و من میخواستم با یک مهاجرینی خلق آشنا شوم که بفهمم که فلسفهشون چیه. ولی نبودن، همه گفتن نه اونا رفتن، نگفتن که اعدام شدن، ولی حتما میدونستن. بسیار خوب. شما یک مدتی 5 سال و 4 ماه در ایران در زندان بودید. طی این مدت برادر بزرگتون فوت کرد و مهمتر از اون مادرتون فوت کرد، که بسته. مادرتون اون گفته بود اون موقع که نگران شما بود آرزوش اینه که قبل از مرگ شما رو ببینه مجدد، ولی این اتفاق نیفتاد و مادر شما فوت کرد زمانی که شما هنوز آزاد نشده بودید. و همین ماجرایی که بر شما گذشت، آقای کوپر، شما چه احساسی نسبت به ایران و ایرانی دارید؟ من میبینم که خونتون پر از گل و گیاه ایرانیه، ترخون، ریحون، همه چیز کاشتین، غذای ایرانی میخورین و خیلی این فضای ایرانی رو در خونتون اینجا در اسپانیا حفظ کردین. ولی اصلا نظرتون الان بعد از این ماجرا نسبت به ایران و ایرانی چیه؟ اصلی این کتابم نوشتم، ددیکیت کردم به مردمی زمین ایران، تقدیم کردم. این از دلم، از قلبم آمد این فکر. ولی امکان نمیدونم هست یا نه که یک روز میتونم به ایران باگردم. اگر میشه فکر میکنم به این سن که دارم، 75 سالم، زندگی من اونجا تا
در خطر نیست که مثلا حسین ما رو میکشه، ولی امکانش هست. ولی درسته که اینجا یه ایرانی کوچیک درست کردن، نه فقط ریحان و همین چیز، ولی اینجا شما میتونید نخله ها، درختی بی، درختی انا، خیلی چیزا. و پایین داز من تختینات خیلی دوست دارم. اینجا متاسفانه ندارم هم بازی تخته، که نبینه تختینات حرامه در ایران امروزه. ولی خیلی بازی میکنن دیگه. بله. و من خیلی چیزها ایرانی، قضا همچنین که میدونی، آبی دوغ، ماستوخیا، خورشت های مختلف، و این چیزها برای من یه خاطری خیلی خیلی قیمتی هست. خاطره قیمتی هست. بله. بله، بسیار خوب. خیلی متشکرم آقای کوپر از شرکتتون در برنامه به عبارت دیگر. خدا حافظ. ممنونم.